میبینی؟ قشنگ قشنگ تینیجری این خودت متالیک اللهم صل علی محمد و آل محمد بهتره که چشه هست مرتاگ تلفن بخم مرغ بله گرم الان گوشفندی چیزی میخواییم بکشیم ای بابا آقا اردشیر ما برای خودمونم نمیتونیم بگیریم عروسک این که دیگه ماشینه که آقا گواهینامه که داری آره؟ بله من خیلی وقت گواهینامه دارم اون دقیقا 20 ساله تمدیدش نکردم 20 سال یه مقداری زوده آقا بذار یه 10 سال دیگه تمدیدش نه بابا میخوام برم بگیرم داری نه چنه تو بابا 20 سال بابا الان صرف نظر کن آره سوار نشو الان آقا ولی بابا تو خیالت راحت باشه فریدون خواه من بلدم ولی جان این بیمه بدنه نداره فقط شخص ثالث داره و الان سوار نشو نداشته باشه من بلدم بلده ای بابا میخوای ما رو به کشتم بدی؟ حالا میبه بشینیم ولی جون اجازه بده الان من میشینم پشت فرمون این زمین خاکی بغلی تمرین میکنی قلقش دستت اومد بعد بشین پشت فرمون باشه باشه, باشه. مخلصتم هستم اینجا واشدی که چه برو سوار شو بینه بوده بینه تو چه بوده سوار شو ازاری دازاری سری سوار شین بشین بشین لنگران رو بکشه ها بدی چرخش به چرخه انشالله من نمیفهمم بابا چرا میخواد این خونه رو به نامم بزنه بعد اول زندگی خونه از خودته نه منظورم اون نیست آخه بیام تو این خونه با. عزیزم خدا رو شکر کن که مستأجر نیستی خونه به این قشنگی اون که آره با گلبرگ جون یه جوری میگی این خونه مگه این خونه چشه ما هم داریم همینجا زندگی میکنیم نه نه واجون منظور بدی نداشتم میدونی اینجا یکم کوچیکه بعد کلنگیه لابد سوسکم داره والا اینجا به نظر من که اصلا کوچیک نیست کلنگی هم که حالا یه ذره قدیمیه سوسکم یه دونه داشت که به تعداد دفعات کشته شد همه هم شاهدن راست میگه خودم یه بار کشتمش حالا اصلا اینا مهم نیست مهم اینه که آقا فریدون چی شده که میخواد خونه به نام تو بزنه این همه معامله میکرد از این کارا نمیکرد آقا فریدون بیا آقا بده بیا اینجا بشین پشت فرمون بینم چی کار میکنی بیا پایین محمد و آل محمد خانم بابا چی کار میکنی چشه همه رو در آورده دیگه این چشی نمون برای در اومدن بهتره که چشه هست بابا انشالله الله محمد اوه 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 حالا ماشین دنده یکه آروم پا تو یواش یواش بذار رو گاز فشار بده ماشین آروم بره جلو ببینم چی کار میکنی باریکلا یواش برو آه یواش برو 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 آه راز ترمز نگیر از زیاد برو بابا ترمز نگیرم برو برو گاز برو آه برو میگم نوید این دوزاری علکی کاری نمیکنه ها این ماشین رو بی خودی به ولی نداده فکر کنم یه خط و ربطی به خونه داشته باشه شاید میخوان ازش اتوبان رد کنن ها؟ هتلی برجی نمیدونم چرت و پرت دیگه نگو دیگه بابا جا اتوبان میگم از این دوزاریه که چیزی در نمیاد باید بریم سر وقت ولی یعنی تو میری سر وقت ولی تو رو دوست داره میتونی از زیر زبونش یه چیزی بکشی بابا فرمون رو صافش کن دور میزنی که چه بابا جان منم میخوام ولی میدونی که دلیشه با تو رو گاز بردار این ماشین دلیده از رد خارج چرگی چه گرفتم حالم داره به هم میخوره حالت به هم میخوره بابا حالی منم داره به هم میخوره سرم داره گیش میره چیکاری بابا پا بذار رو اون ترمز من میخوام برم این بری آقا ولی این بری ولی جون بری نمیره نکن بابا یک جونه من اون موقع از این ماشین ها سیلات سرم
آخه این چه درس الان مثلا زندگیه پرتوزش درست نیست بابا حالا برو درست نیست ای بابا بری چی کار رو کنی بری ببین آقا اردشیر ماشالله آقا ولی چی دست فرمونی داره ماشالله بله بله من ماشالله هزار ماشالله دست فرمون آقا ولی رو خیلی دیدم ماشین وطنی و خارجی هم نداره دنده وسط فرمون همه رو عین شما خیر میمونه فقط نمیدونم چرا حول یه محور داره میچرخه هی سرش گیچ نره حالا تمرین میکنه دیگه ایشالله قسمت شما هم بشه اون گاری بفروشید بخرید ماشین شما بله متشکرم من به همین گاری راضیم شما فقط اون منبع دود از ما دور بکنین من کاری ندارم با تو دست شما دارد نکن رفتی حال دلو بد کردی درم 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 بابا یا بابا این چه اومدی جلو ماشین آقا ولی بابا حواس تو جمع کنه جوون مردم رو به کشتن میدی ایش بگو بره کنا سفا رو برو برو کنا ای بابا چی کار میکنی؟ آقا هرداشی بابا نمی کار میکنی بابا حواس تو جمع کن افار برو گاز بردار حواس تو باشو بزن گیری بابا چی کار داری میکنی؟ آیا فرمونی؟ میگم نغمه جون چرینا نایمدن نمیدونم والا نمیبینمشون کجا موندن اینا بریم بشینیم میگم گلبرگ بابای تو که این همه ملک و املاک داره حالا چرا گیر داده رو این خونه والا منم نمیدونم منم تازه فهمیدم که قراره این خراب شده رو بزنه به اسمم ای بی ادب خرابه چیه ناسلامتی ما داریم اینجا زندگی میکنیم ها خب نغمه جون خرابه است دیگه قربونت بشم من آخه چجوری روم بشه دست شوهرم و اول زندگی بگیرم بیارمش اینجا البته اون باید دست تو رو بگیره حالا هرچی خوبه والا داریم دوماد و مف و صابخونه میکنیم دخترمون ناز میکنه خب آقا اگه نخواد چی من نمیخوام نوا جون ببخشید نغمه جون ببخشید ماما خانم من پامو تو این آشغال دونی نمیذارم دست درد نکنه دیگه سمانه یه چیزی بهش نمیگی همینجوری ادامه بده به طویله میرسه ها دور از جون نغمه جون نه حواسم هستش طویله حرف خیلی بدیه اونو نمیگم باز خدا رو شکر حواست خوبه هست نه راحت باش ادامه بده هر چی دلت میخواد بگو بسته دیگه دختر چه خبرت این ویر 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 داری حرف میزنی بابا جان مفت داره خونه به نامت میکنه نمیخوای بفروشش دیگه این حرفا چیه؟ نغمه جون من چی بگم؟ بعد یه عمر زندگی کردن ها یه جارو بقیم به نامم نیست تو بگو یه کاسه یه کاسه مثال زدم عزیزم همین دیگه همین جای تعجب داره پس مامان جون ماشین زیر پا چی؟ زمینه توی شمال چی میگه؟ الان داری به دخترت حسودی میکنی؟ بابا جان اینا رو همین اواخر زده به نامم مطمئن باش اونم از سیاستشه بعدشم من دارم واسه تو دل میسوزونم یعنی معلوم نیست نه معلوم نیست نوا جون معلومه نغمه جون معلومه نه والا والا من چی بگم الان بگم مامانه داره به تحسودی میکنه خب زشته دیگه دعواتون بالا میگیره وا حالا شما چرا دعوا میکنید از این جیب به اون جیب دیگه فرقی نداره که والا بفرمایید ببخشید تو رو خدا لعنتتون گذاشتم شرمنده شدم خانم یواش یواش با اجازه زحمت کم کنی چشم آقا برید یه چای بدم آره اختیار دارین نه بابا خیلی اذیت کردید دست شما درد نکنه آقا ولی اگه ممکنه یه آژانس برای ما بگیری آژانس برای چی من خودم میرسونم نه بابا خیلی ممنون راضی به زحمت نیست نه بابا فریدون خان نه ترس بابا میرسونم بابا میخواستم یه چیزی بهت بگم جونم
دست درد نکنه بابت خونه، ولی اگه اجازه بدی من و حافظ اینجا نمونیم، یعنی اینجا رو بفروشیم بریم یه جای بهتر. فرین چقدر قشنگ گفتین، برین یه جای دیگه دیگه برین. یعنی چی؟ شما اجازه بفرمایید دخترم، شما از این خونه خوشت نمیاد؟ نه. باشه هیچ اشکال نداره. آقا قضیه فسخه. فسخه؟ نه آقا ولی هست. فسخه دیگه خوشش نمیاده. آقا جان اینجا رو من به شرطی به نامتون میکنم که نفروشین. خب چرا؟ من دوست دارم اینجا همینجوری بمونه. خب یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، مثلا یه دستی سر و روش بکشیم، اون وقت باشه قبول میکنم. بابا من هیچ اصراری ندارم شما بیاین اینجا. بابا اصلا نمیخوای بدونی که چرا نمیمونی؟ چرا نمیخوای؟ خب بابا به خاطر اینکه اینجا قدیمیه. بگو راحت باش. اینجا خرابه فرسوده شده دیگه. واسه چی میخوای اینا رو اینجا بندازی؟ یعنی ما قدیمیم نمیخوریم. خب یه کار دیگه میتونیم بکنیم، مثلا طبقه دومو بکوبیم از نو بسازیم. خب میفهمی چی داری میگی؟ فقط طبقه دومو بکوب، ما طبقه پایین داریم زندگی میکنیم، بالا رو بکوبیم پایین چیکار کنیم ما؟ نه آقا اردشی حرفا چی داری میزنی عزیزم؟ حرف جالبی میزنه بابا. اینجا رو بکوبین که ته. آقا فریدون حالا جوانه دیگه، یه چیزی گفت تو چه. آقا ولی میشه تراسه یه اندازه ما بزنی یه نگاهی بکنیم با اجازه؟ شب کن ببینم. شما که همین الان تو تراس بودی، میخواستی بری آژانس میخواستی بگیری، خوش اندازه بزنم با اجازه بر صورت چالی و یه اختیاری ماشین گرفتیم ما میاد. ما هم دیگه بریم. یا ما نیگم چیه؟ مش که فروختن اینجا صحبت کردم اصلا توجهی نکردم. خب این چه طرز وضع بخششه؟ بس که خنگو عجوری. یا نغمه افتادم تو هول و حراس. چرا؟ آخه اینا بازو بره رفتن تو تراس. اینو خیلی مشکوک میخوانیم. شاید اینجا زیرخاکی داره نه؟ راست میگه. خونه قدیمیه. راست میگه. این نمیفهمه. شما هم نمیفهمی؟ طبقه دوم چجوری زیرخاکی داره؟ اینجا رو بشکافن تش میرسن به ما، مگه اینکه ماها زیرخاکی باشیم؟ فکر کنم من باشیم. آبجی میترسه رضایت بده. من موندم این چرا به من پیشنهاد نداد؟ میترسه رضایت بده. اصلا چرا اینجا براش مهم نبود؟ اونجا براش مهم بود؟ زیر خاک و قاتلش رو از زندان آورد. چرا دوبار رفت پشت بوم اونجا رو هی وجب گرفت؟ اصلا چرا پشت بوم؟ تا حیاتم رفت و اونجا رو هم وجب گرفت. چرا؟ این چرا؟ اردشیر اونجا وای نست دیگه بی کنار. بفرمایید. این موه من مخم داره میتره که از این حجمه سوالات مختلفی که همینجوری هجوم آورده تو کلبه من. بعد شما چسبیدین به این تلویزیون؟ یعنی من اصلا برای تو مهم نیستم ها؟ هیچ اهمیتی برای من قائل نیستی؟ هم بهت اهمیت میدیم هم برامون مهمی، ولی وقتی کاری از دستمون برنمیاد چیکار کنیم؟ بذار سریالمونو ببینیم دیگه. بابا بذارین من بگم تو مرکز امداد امروز چه اتفاقی افتاد. نه شما الان لازم نکرده. نوید جان بابا قربونت برم، شما که هی میگی مذاکره خوبه، هی میگی چان زنی باید کرد، شما که در آینده میخواید رکول سیاسی بشی، شما الان یه کاری بکن دیگه بابا. شب بخیر. من برم چی بگم؟ بیا بابا بهت میگم. بیا بابا جان بیا بشین. ببین ولی الان این ماشینه رو گرفته، خیلی داره باشش خال میکنه، از صبح تا الان 10 دفعه شستتش. خب الان بهترین زمان برای نفوذ کردن به ولیه. شما میری اول در سیاست وارد میشی، خب یکم راجع به رکود و تورم و برجام و صوفی تو اینجور چیز خب همون اینا صحبت میکنی، بعد میگی که آقا دلار داره میکشه بالا، دلار میکشه بالا، همه چی میکشه بالا، الان وقت فروختن نیست، الان وقت خریدنه، به خصوص راجع به مسکن. خب اینا رو که گفتی دیگه الان وقت وارد شدن تو فاز احساسی. خیلی موی ظریف ریز میری وارد بحث احساسی میشی. به قیافش نگاه نکن، اون خیلی آدم مهربونیه. بگو علی ما چقدر خوب بود، همسایه هوا همو داشتن، همسایه خوب بهتر از برادره، موقع همسایه قاز داره، از این چیزا بهش میگی. دیدی که همچی تو که چشش کمی خیس شد، اون موقع دیگه بحث صدانگو مطرح کن، برو بهش بگو که بره فسخ بکنه. بابا ها؟ بابا شما که از من واردتری. واقعا این چیزایی که شما گفتی همه دول متخاصمو میکشینه پای میز مذاکره، چه برسه به آقا ولی بیچاره. بابا همین خیلی خوبه، بابا همین روش، برو بهش بگو قول میدم صدانگو بهتون ببخشم. مسخره میکنی؟ نه بابا، شما این همه بلد بودی رو نمیکردی؟ من رفتم و برگشتم، این رزدنامه اردوی فرده مدرسه منو با 30,000 تومان پول میذارین کنار که من شنبه ببرم مدرسه. حالا این رضایت‌نامه موردی نداره، تاش یه امضا میکنم حله. فقط این 30,000 تومان قضیه چیه؟ هنوز یه هفته نیست مدرسه آوا شده، اردو گذاشتن 30 تومان میخوام پول بگیرم.
بابا اردو خرج داره، برش هم پیشنهاد شورا بوده در راستای همکاری محله و مدرسه. شورا خیلی بیجا کرده با این تصمیم گیریاش. در هر حال اول مذاکره بعد امضا. ای که دستت میرسد کاری بکن، بیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شاهنامه ها آورده اند. ایول آقا ولی، این وقت شب شعر میخونی و ماشین میشوری؟ ایول به شما نوید خان که این وقت شب یاد ما کردی، بابات که اصلا نفرستده. نمیخوای که من راضی کنی؟ درست گفتم؟ به من نگاه کن جواب بده. بله نوید خان، میخوام یه سوال ازت بکنم. ببین تو نیتت خیره، بچه خوبی هم هستی، اما من نمیدونم این فریدون چرا میخواد خونه منو بخره. بعد از اینکه خرید با خونه من میخواد چیکار کنه؟ البته اینو بهت بگم ها، برای من اصلا مهم نیست، اما از وقتی که بچه های من پراکنده شدن من دلم شور میزنه. من همیشه منتظر یه بهانه هستم که از این فضا دور بشن. اینی که برای من هیچ مهم نیست. باشه پس مزاحمتون نمیشم. کمک نمیخواین؟ نه دیگه، برو بگی بخواب، صبح خواب نمونی، دستت درد نکنه که اومده بشه. برو نوید خان، میمونه یه راهی. چه راهی؟ من قرار محضر رو با فریدون یکی دو روز این بر اون بر بکنم. تو هم باباتو راضی کن این صدام که خونه منو بخره، به نفعشه. خب آقا ولی اینی که شما گفتی یعنی هیچ راهی نداری. باش شب بخیر. راهش همینه، اگر بابات به منم بده کار نبود، مطمئن باش من این خونه رو میفروختم، به همون دلیل که یه دقیقه یک پیش بهت گفتم. خیلی خب برو دیگه، شب بخیر. شب بخیر. تو دیگه نمه ندی. آقا صفا. بله. بیا تلفن، از خارجه. من از خارج؟ میگه کار واجب دارم. ببین کیه تلفن؟ من کسی رو خارج ندارم خانوم، فکر فامیلم همه رشتن. بیا خودت بهش بگو، بودو بیا دیگه. خیلی خب بابا، اومدم تو. آقا وله، میگم آ مطمئنی که پشیمون نمیشی؟ دیگه واسه چی پشیمون بشم؟ ببینم نکنه تو دلت نیست. نه بابا، یا آقا وله، شما به هر چی دلت راضی باشی من به همون راضیم. یه نشد، داری جر میزنی دلشاد خانم. من میخوام تو هم راضی باشی، نه به خاطر من ها، واسه خودت. قشنگ میرم اونجا، یه خونه نوتر نزدیک بچه ها میگیریم، تو هم به کار خودت ادامه میدی، زنهای اونجا میان دست و پاشون رو جا میندازی، خیلی خوبه. آقا ولی همچین میگی انگار میخوایم بریم منطقه جنگی، اونم بیمارستان صحرایه. بابا من این شکست بندی و پومادینا برام سرگرمیه آقا ولی. بله میگم یه موقع نباشی تنها نباشم حوصله‌ام سر نره، بالاخره سرم گرم باشه دیگه. حالا نه اینکه هر روز من دست و پا جا مینداختم، هنه یه دنه در مشتری ثابت داشتم، اونم اما بمانه بود. میگم دلشاد خانم، انشالله اگر اینجا رو فروختیم رفتیم ولایت یه خونه نقلی و تار تمیز خریدیم، چیکار میکنیم؟ سوار ماشینمون میشیم. ببین میخوام اول از این وری ببرمت کجا؟ مشهد. بعد اینجوری دور بزنیم این وری بریم گم، از گم بریم اصفهان، از اصفهان بریم شیراز،
بعدش هم بگو کجا هم میخوام ببرم تا این تا کجا؟ کجا؟ با موسا تنب بزرگ با موسا تنب کوچیک اینا رو من از بچگی شنیدم اما ندیدم کجاست. آقا بله الا باشو بادلانما اما شما سنده سالت نگاه کرده ها؟ با این سندید میخوای خودتو بیندازی جاده؟ الا همین یکیشو ببری بسته همین منو ببر مشهد خیلی هم ممنونم چوب ممنون از این حرفت اصلا خوشم نایم نه اصلا تو منو چی میبینی؟ تو منو سنده سالدار میبینی؟ ببین من هنوز اینجام 18 ساله است ماشاءالله گول بهت میدم پشت موندکارلو بشینم ها 24 ساعت که هیچی 48 ساعت رانندگی کنم هی پلک نزنم من میشم شبگرد بیابان توجه میکنی چرا این کارا رو میکنم آخر عمری فقط میخوام به تو بدهکارم میخوام بدهیمو به تو بدم به تو مدیونم تو بسیار زیاد توی خونه زحمت کشیدی بچه های منو بزرگ کردی من باید حتما ببرم از مدیون خارج بشم آقا بله کادانول ما آلمه شما به من هیچ بدهی نداری که آقا ولی همین که یه عمر نذاشته آب تو دل من تکان بخوره ها خدا رم شکر میکنم شما از من راز باش من کیم؟ من زنم مخلصم من جز خوبی هیچی ازت تا حالا ندیدم هر جام نشستم ها افتخار کردم تعریف تو رو کردم اما البته اینم بهت میگم ها یه جدقایی گاهی وقت تو زندگی میزنی یه کارایی میکنی که منو منفجر بخوای بکنی البته من همه میشه کوتا آمدم اونا رو بل کنیم اینا جلو. حالا به من بگونم دلت راضی هست یا نه یواش بگون گفتم دیگه الا دیدم دا نه دیگه نه اصلا ببین دل شد من فقط میخوام از تای دلت فقط یک کلمه به من بگی نه ها فردا میرم پیش این فریدون میگم داداش پشیمون شدم خونم رو پس بده گفتم که جو فقط چی؟ فقط بیگودار با آب نزنی ها من دلم پیش ایناست خیالت راحت باشه دلشاد ببین واسه اینا هم بد نمیشه من مطمئنم اصلا میدونی چیه شاید به خودش بیاد یه تکونی به خودش بده در ضمن یه فرصتی هم بهشون دادم اینه طالب تو نگفتم از این فرصت ممکن استفاده کنن سدونگ این خونه رو بخرن مال ما رو خونه ما رو والا چی بگم اینا که تو همون سدونگ قبل موندن نه بابا این ماجرا با اون قضیه فرق میکنه اگه شده زیر سنگم باشه پول جور میکنه سدونگ اینجا رو میخره حالا تو به من بگو این برا مهمه راضی هستی یا نه گله گله حالا این شد بگم نغمه جانم خیلی وقت بود اینجوری جوابمو نداده بودی چجوری؟ این که من بگم نغمه تو بگی جانم خب تو هم خیلی وقت بود اینجوری صدام نکرده بودی راست میگین آخرین برج زهرمار بودم فقط بلد بودم غر بزنم نه غر که نه ولی بیشتر اوقات شاکی هی میگی این چرا اینجوری شد اون چرا اینجوری شد این چرا زیاده اون چرا کمه هی چرا این چرا اون آره راست میگه نقمه ببخشید این مدت خیلی سختی کشیدی شرمنده اما قول بیدم جبرانش بکنم اردشیر سختی مال زندگیه دیگه اگه سختی نباشه که قدر خوشیامون رو نمیتونی از منو به خیلی سختی کشیدی ببینم الان از وسط حرفای من یه چیزی میکشی بیرون اردشیر من از زندگیم راضیم فقط دلم نمیخواد انقدر رو تو هم فشار باشه فشار که همیشه هست اتفاقا من الان تو بدترین وضعیت خودمم
از 6 جهت تحت فشارم. همین روز است که پورت بریزم بیرون. فکر میکنه چی میشه؟ هیچ، پورت میزنه بیرون. نه اونو که نمیگم، این هزاریو دارم میگم. میگم فکر میکنه چرا انگوش گذاشته عطر رو خونه ما. باز شروع کردی؟ خب این میشه خودخوری. ویلشون کن، زندگی خودشونه، به ما چه؟ نغمه جانم، نغمه جانم، نغمه ای نه چیزه، من فقط خواستم یه سوال بپرسم. میگم میگم نغمه، اگه یهو یه پول گندهی بیاد تو زندگیت که ندونی از کجا اومده، چیکار میکنی؟ خب میگردم صاحبشو پیدا میکنم. نه نه، منظورم اینه حالا فرض بکن گشتی پیدا نشد، چیکار میکنی؟ خرجش میکنی؟ نمیدونم. نه از کجا بدونم حلال یا حرام؟ چی شده نصف شبی داری سوال شرعی میپرسی؟ نکنه پول پیدا کردی؟ پول؟ من؟ من نه نه، من همین جوری پرسیدم مثلنی. جدی نگیر. پولش چی بابا؟ من پولم کجا؟ فردا یه سر برم سراغ این هزاریه تتوشو در بیارم، ببینم واسه چی گیر داده به این خونه. ذهنم رو آشفته کرد. بذارم بانک برم دیگه، ببینم وامی چی شد، چرا لفتش میده. اردشیر جان، چرا همه چیو به بابا کاوه نمیگی؟ پدرت کمکت میکنه دیگه. بابا حرفایی میزنی نغمه. بابا میدونی آقا جونو که یه 2000 پیشش آبرو داریم، اینو بفهمه دیگه حیثیتم رفته، ریشخندم میکنه، مسخرم میکنه. بابا فقط میمونه عمه. عمه تنها کسیه که از راز ما خبر داره. یادت دیشب چی گفت؟ گفتش که من یه تکونی به خودم میدم، یه سرمایه جور میکنم میدم دستت، فردا میریم پیشش میگیم عمه تکون بده، خودتو نشون بده. آره بعد اون رفتار زشتی که جلو خواستگارو باش کردی. خب غلط کردم و برای همین موقعا گذاشتن دیگه. میرم میگم عمه غلط کردم ببخشید، بعد میریم برای دلشویی. تو میونم دیگه سر قضیه رو باز میکنیم و میریم سر بحث این پول و اینا. پس خودت بهش زنگ بزن دیگه. نه دیگه، یه هایی میریم سر زده غافل گیرش میکنیم بهتر. باش هرچی تو بگی. میگم اردشی بمیرم الهی. ای رضادنامه نویدو امضا نکردی؟ بچم چجوری خوابیده؟ سر نمیخوری مادرشو؟ چته مادر ترسوندیم، چرا نخوابیدی؟ اینقدر هیجان دارم مامان، خوابم نمیبره. قربونت برم، هیجان چی داری؟ امروز ارتقای رتبه گرفتم، فردام قرار اولین ماموریتم رو انجام بدم. ای مبارکت باشه، چرا زودتر نگفتی مامان؟ خب مادر من میخواستم از صبح بهتون بگم، شما همش درگیر کارهای خودتون راست بودید. میگم تو فکر ماشین آقا ولی و نقشای فریدون خان بودم. میگم مادر از بابات به دل نگیری ها، این روزا خیلی سر شلوغه، بهش حق بده. مامان دلم روشنه که همین روزا یه اتفاق خوبی میفته و همه مشکلاتمون حل میشه. بعدش هم من تو کارم دارم موفق میشم و حقوق مزایایی از این به بعد دارم، میتونم تو خرج خونم کمکتون کنم. قربونت برم، پولاتو نگهدار واسه خودت. مادر جان شبت بخیر. یا مامان ولی مادر جان بگی بخواب دیگه، کار دارم. چشم. شب بخیر. شب بخیر. بیا مادر بیا، خیلی خوب. نغمه جان چی کار داریم میکنیم؟ اومدیم خونه عمه غریبه که نمیدیم. نمید جان ما با بیا بشین کنار خودم. نه 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 من همینجا راحت ترم. اردشیر میگم کاش یه زنگ به عمه میزدی، نریم بمونیم پشت در نباشه.
نه بابا، یه عمه پیر و فرتوت من کجا را داره بره صبح جامعه؟ میشینه خونه صبح جامعه گوش بده. راستی به نوا خبر دادی؟ آره بهش پیام دادم. اردشی سر رو یه جعبه شیرینی بگیری. شیرینی برای چی؟ خب میخوام باهاش آشتی کنم، عذرخواهی کنم، شیرینی بگیریم دیگه. خیلی خب بابا، شیرینی هم. بله یه خبر خوش دارم برات. چه خبر خوشی؟ نه دخترمون تو شغلش درجهش رفته بالاتر. جدی؟ بله. یعنی الان دیگه کارآموز نیست؟ نه واقعا؟ رسمی رسمی شده؟ آره خوشحالی نه؟ معلومه که خوشحالم. الان دیگه میتونه ضامن وام من بشه، اصلا خودش برام وام بگیره. اردشیر تو چرا جدیدن نگاه افضالی میکنی به همه؟ نه من از تو خوشحالم، فقط گفتم حالا که اینجوری شده شاید بتونه برای ما. به جای اینکه خوشحال باشی از اینکه درجه شغل دخترت رفته بالاتر، به فکر وامو بدهی خودت. نه من که از داخل خیلی خوشحالم، فقط گفتم شاید بشه که بتونه. زشت نه، اصلا دختر دلش میشکره تو این شرایط یا بگیم وام و اینا. نه راست زشت. بذاریم یه مدتی بگذره بعد. اردشیر اصلا ولش کن، میریم سراغ بحث شیرین عمه. میگم الان داریم میریم خونهش، اگه دیدی سر حال چست و چابک درم و رازاک حالش خوبه، این سر صحبت رو باش وا کن، بحث خونه رو مطرح کن، بگو که این ولی میخواد ما رو با لگد بندازه بیرون. واقعا؟ نه حالا اون که منظورم اینه که کم پیازداغش رو زیاد کن، شاید این دلش بسوزه، به رحم بیاد. یعنی مامان دروغ بگه؟ دروغ چیه بابا جان؟ اگه پولا بهش ندیم اون ما رو میندازه بیرون دیگه. فقط من دارم این رو کم زودتر مطرح میکنم واقعیت. ای مادر اینو بگیر. آخ 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 آخ، دوباره دیگه سوار این موتور بشم این دوتا استخون سالم هم واسم نمیمونه. اینقدر که میری تو دست انداز. ببخشید دیگه، شاسی بلنده تو کارواش بود با این اومدیم. بریم اینقدر خور نزن همه واسده. بودو بیا. سلام همه. سلام. خیلی ببینی عزیزم. خوبی؟ دخواج اسماعیل بگو من میام حساب میکنم. ممنونم، لطف کردید. سلام. چطور یهو سر زده اومدی؟ اومدیم بهت سر بذاریم دیگه، هم اسمش روشه، سر زده. خب به موقع اومدید. حالا یه کمک بکن اینا رو ببریم تو. اینجات کار نمیکنه، لاقل از بازوات کار بکش. بیاد بریم تو. بیاید. بیا ببینم. قربونت الحمدلله عزیزم. اینا رو یه دستی آورده. الان خوب خبریه؟ نه چه خبر؟ عروسی چیزی یا خدایی نکره برعکسش؟ نه بابا جا این خرید ماهیانمه. آه پس قرار جنگ بشه. بابا جا من که نمیتونم ده به دقیقه برم خرید کنم، تازه نه سهم سبد کالامه، جمع میکنم یه دفعه میگم برام میارم، یه مقداشو خودم مصرف میکنم، یه مقداش هم دم به نیازمندا. خدا خیلی دست درد نکنه، کارت درسته. میگم عمه یه وقت به جرم احتکار نگیرنت. بیا بچین تو قربونت. خدا اینجا انبار فروشگاهی زنجیره‌ایه یا انبار خونه شما عمه؟ عمه خانم چه خبره؟ چرا اینجا اینقدر به هم ریخته است؟ مادر اولا که وقت نمی کنم، دوم از که با این پام چجوری اینا رو جابجا کنم؟ آخه من پیرزن رو چی به آپارتمان نشیم؟ راست میگین، عیب نداره الان که ما هستیم خودمون براتون مرتبش میکنم. بله خودمون. آه بله بله خودمون. بله بله خود. آه بله. تو برنج و بردا بیا بالا. آره باشه. قربونت. دیگه خودمون بفرمایید. فقط کمرت نگیره سنگینه. چی خبر اینجا؟ عمه خیلی دلم برات تنگ شده بود. یه افتاد به دلم، گفتم برم به عمه پیر و فرتوتم سر بزنم. این همینجا بسرم بیا. بره بسرم چه اینا چطوره؟ بیا راحت شد، بگرم عمه میخواد تازه نهار درست کنه. نه بابا عمه خیلی چست و چابکه. آره خب کارش بلده. شماره اون سریالو بخون. سریال چی؟ شماره اون کیسه دیگه. آه کیسه، کیسه شماره آه اینا 18. تو نه نوی جون تو بخون. ها
فرقی میکنم با اجازه بزرگترا. 18 21 30 100. اما خانم این واسه چیه؟ واسه سرگرمی. می نویسم که اگه انشالله تو قرعه کشی برنده شده هم داشته باشم. این شرکت ماهی یک بار قرعه کشی داره، یه جایزش از این ماشین گنده است، البته لوازم خونم داره. شاسی بلند؟ همون. اگه انشالله برنده شدم دعا کن، میخوام بندازمش تو آژانس برام یکی کار کنه. شاسی بلند تو آژانس؟ نمیشه. شاسی بلند تو چرا نمیشه آمد جون؟ چرا نمیشه؟ الان کار نشد نداره. اتفاقا دیروز از وزارت خارجه با من تماس گرفتن، گفتن بی زحمت این موتورتون رو بیاریم برای بخش تشریفات مهمانهای خارجی. خیلی بانمک شدی، نه به پریشبه که اینه برج زهرمار بوده، نه به امروز که خیلی بزه میریزی. ببخشید باعث زحمت شد. همه جون چرا انقدر روب میخوری؟ بابا یه روب، دو روب، این همه روب؟ عجیبه. همه خواهم اینا چیه؟ اینه که بیشترش خالیه. من اینا رو باسته برکشیاش نگرداشتم. بعضی مثلا قوطی ها شمارش روشه، بعضی ها توش نوشته شده، بعضی از شرکت هم کارت میذارم. من که مادر فامیل و بردازاده درست حسابی ندارم که دلم با اینا خوش و سرگرمم. بله این فراتر از سرگرمیه، واسه خودش انبار بازیافته. خب عمه خانم این هم وسیله اینجاست، اینا هیچ کدوم جایزه‌اش اعلام نشده؟ چرا شده؟ من وقت نکردم مادر. اشکال نداره عمه، من خودم همه رو برات میریزم دور. نه اینا بعضی اعلام نشده، اینا اعلام نشده هاست، اینا اعلام شده هاست. خیلی خب پس اونا که اعلام شده بده بریزم. نه 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 اینا باید تفکیک بشه، بعضی هم اعلام نشده. بابا الان موقع این کارا نیست، قربونت برم ببریم نهار بخوریم بعد بیایم ببینیم چی رو بریزیم بیرون چی رو نریزیم. بیاید قربونت. بیا مراقب باشی نیفتیم فقط. عزیزم چشم بکشید سر شو. نه عمه اول شما، جون اول شما عمه بده بشقا. بابا یه عمه خوشگل که بیشتر ندارم که. نه عمه جون بیا بفرمایین. عمه جون چیه رژیم گرفتی؟ بده بابا. بگو ها؟ یکیتون حرف بزن. ناجبی چی؟ حس میکنم از وقتی که اومدید میخوای یه چیزی رو به من بگید. نه. آره. نه. آره. نه. آره. آره. خب بگو چی شده؟ اینو بگیر بابا. راستش میخواستم اینجا آپارتمان اجاره چنده؟ نمیدونم چون اینجا مستاجر نداریم. واسه چی میپرسی؟ خوش بالدم بخانم، حداقل بعد این همه سال یه خونه از خودت داری. آره. خب شمام خونه داری؟ نوید شوخی میکنه. داشتیم ولی قراره نداشته باشیم. بگو بینم چی شد. والا عمه خانم شما که غریبه نیستین، اردشیر به هر دری زد نتونست بدهی آقا ولیو بده. ممکنه مجبور بشیم دنگ خونه رو بفروشیم، اونم از وضعیت قرعه کشی. به بابا کاوه هم که چیزی نمیتونیم بگیم، قشقرق به پا میکنه. بعدش هم آقا ولی داره دنگ خودشو میفروشه به فریدون هزارخانی. فریدون خونه فکسنی آقا ولی رو میخواد چیکار؟ دقیقا همه این سوال یکی از دیروز ذهن همه ما رو به خودش مشغول کرد. خیلی کار این فریدون مشکوکه. من یادمه چند سال پیش یه زمین داشتم مفت از چنگم در بود. ای نامرد. بعد فهمیدم که از کنار زمین من اتوبان رد میشد. ای کدوم اتوبان؟ پس اینجا هم یه منفعتی به حالش هست که داریم کار میکنه. به هر حال ما که نمیدونیم چه منفعتی داره، ولی گفتیم هم بیایم با شما سلام مشورت کنیم، همین که من بابت رفتار اون شبم معذرت بخوام و ببینم. خواهش میکنم. اون روز گفتین یه تکونی به خودتون میدین، امکانش هست تکون بدین یا نه؟ من هر چقدرم خودم رو تکون بدم برگ زردم. نه نگیر این حرفو. اما شما برگ سبزین، تحفه درویش، پس بی زحمت یه تکون. درخت بیبر و بارم. گفتم حالا تا اون وقت که وصلت سر بگیره چند ماهی طول میکشه، شاید بتونم تا موقع یه کاری انجام بدم، ولی باور کنید الان دستم خالیه. این تیرم به سنگ خورد. ببرمید از دست بخته همه
لذت ببرید. دست در نکنم میخوام. خیلی خوشمزه. راست میگه دیگه بابا. قسمت نشد. من پشت دارم. الان بذار اینو بکشم. شاید پر بکنم برای خودم هم بریسم. نجمیتون امروز واقعا کارت خوب بود. جای تشویق داره ها. واقعا نبا خانوم؟ بله. بی خدا اینقدر احساس خوبی دارم. دستتون درد نکنه منو با خودتون آوردین ماموریت. الو سلام ماما. شیرید یاروبا. منم کارم تموم شد. باشه. خدافظ. نباشی عادش سنگیرم سونا. آره. دستتون درد نکنه واقعا زحمت کشیدی شما. قربون شما دست شما درد نکنم. واقعا نهار خیلی خوشمزه بود. خیلی وقت خوبم چون نهار نخورده بودم. نوش جونتون. حالا میومدید بالای چایم میخوردید بعد میرفتید. قربونتون برم عمه جون. نوا شیف بوده میاد خونه خسته است یه چیزی براش درست کنم. آره دیگه ما بریم عمه. بله. فکر و خیال نکن. جور میشه. بله عمه جان جور میشه، اما اینکه کی جور بشه خیلی مهمه. به وقتش جور میشه. خدا بیامرز حاج حکمت میگفتش که زندگی شبیه یک رنگین کمونه که هفت تا رنگ داره، آخرش میشه یه رنگ سفید. آفرین آفرین، چقدر قشنگ گفتن اون مرحوم. فقط من خیلی نفهمیدم چی گفته. سفیده دیگه. گمونم به مبحث منشور نور تو فیزیک اشاره داره. رنگ سفیده دیگه. بابات همیشه میگفت تو یه کمی خنگی و من قبول نمیکردم. من خنگه؟ من خنگه؟ نه 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 بابا جون، تو مطلبش یه نکته ریس است. خدا بیامرز حاج حکمت مثالاش هم مثل فامولی خودش پر از حکمت بود. فهمیدم فهمیدم. چقدر قشنگ. یعنی میخواد بگه که این نور سفید میاد تو منشور بعد اینجا هفت رنگ میاد بیرون. وای چقدر پرمغز گفتن اون مرحوم. آره منظورش اینه که هفت رنگت میشود هفتاد رنگ. یعنی آدم هر چقدر هم هفت رنگ باشه تش از دنیا سهمش تیکه پارچه سفیده. آفرین آفرین. اصلا فراموشش کن. به گمونم این مثال خیلی برای تو سنگین بود. بابا حق داشت. این همه نکته تو این پند بود. تو عد رفتی سراغ اون قسمت مرگ و میرش. نغمه تو یه توکیپا بیا بالا. اما نمونه چون به نظر من این حاج حکمت همین نکته مد نظرش بوده.